الان مفهومی هست به نام درون سپاری میگه عزیز من تو بیا محصولاتت رو حتی شده بده به رقیب تولید کنی دیگه مزیت تولید نیست مزیت روی مارکتینگ و نوآوریه تو بیا دقتت رو بذار اونا زیاد نگران این که الان خودم باید حتما تولید داشته باشم بسیاری از برندها مثلا مثل اپل تولید صفحهش رو میده به رقیبش انجام بده میده به ارزم به خدمتتون سامسونگ برش انجام بده مثلا بحث بحثای نرم افزاریش رو میده به شرکت هایی که رقیبشن انجام بده همه کاری رو خودش انجام نمیده میگه اصلا دیگه مزیت نیست که تو تولید بگی من بهترین تولید کننده هستم مزیت اینه که تو چه آوری داری و چه بازاریابی داری انجام میدی این مهمه توی ارزم به خدمت توی دنیای جدید اقتصاد اشتراکی خیلی مطرح میگه دیگه سرمایه نخوابون سر خوابیدن سرمایه به صلاح نیست چرا چون هزینه های بالا سریس رو میبره بالا هزین... چون تو تو حساب کتابت باید بیاری این سرمایه که خوابوندی ببین معمولا ما توی حساب کتابهای با... مالیمو نمیاریم که مثلا این چقدر خواب سرمایه داشته ما چقدر پول گذاشتیم که اینقدر داریم برداشت میکنیم اینو نمیبینیم شما حساب کن که بتونی با سرمایه گذاری کمتری پول بیشتری برداری و دنیای جدید الان اینطوری خلق اشتراکی انجام میده تولیدش رو توی کشور دیگه انجام میده و برعکس ممکنه ما تولید انجام بدیم برای یک کشور دیگه و اینجوری پول بیشتری به دست میارن یعنی ما فقط سود خرید و فروش محصول رو الان میبینیم در صورتی که شرکت های بزرگ سوداوریشون جای دیگه است وقتی شما محاسبه میکنی میبینی آقا این چجوری داره این اینقدر میفروشه مثلا رقیبت هر چی میزنی تو ماشین حساب می‌بینی که نمی اینجوری داره میفروشه هر چی حساب کتاب میکنی بعد میبینی که اینها سوداوریشون جای دیگه است اینجا مدل مودل مدل رو نگاه کنید جریان درآمدی وقتی جریان درآمدی ما نوشته میشه اینجا شما فقط میزنید که سود فروش محصول شما آیا درآمد دیگه ای دارید توی این شرکت در صورتی که در دنیا میان توی همین نوآوری میکنن دیگه سود, سود اصلیشون سود فروش محصول نیست گاهن سود فروش محصول کمترین سودشونه این با اینجا فکر میکنن میگه من چیکار بکنم که سودهای دیگه ای کسب کنم که بتونم مزیت قیمتی ایجاد بکنم رهبری هزینه ایجاد بکنم توی استراتژی های مایکل پورتر هست ببین چقدر ما باید فکر کنیم چقدر میشه نوآوری کرد و مثالش رو توی کلاس ها چی میزنن مثال مکدونالد رو میزنن که حتما شما آگاهی دارید درسته سود اصلی مکدونالد سود فروش همبرگرش نیست چیه سود اصلیش دقیقا ملکایی که شریک میشه بهترین ملکا توی شانزلیزه وقتی برید میبینید که بهترین ملک اونجا برای چیز دو نفش مال مکدونالده و سود اصلیش توی املاکه نه توی فروش فروش همبرگر ما چه جریان درآمدی داریم تا فکر کردین که چی کار میتونیم بکنیم که سود ما فقط سود فروش محصول نباشه مطمئن باشید این خیلی کمه مطمئن باشید وقتی بررسی کنید حتی اگه شما رهبر بازار آرایش بهداشتی کشور هم بشید چیزی نیست اکثر کسایی که ثروتمند شدن شرکت های ثروتمند دو سه تا جریان درآمدی ایجاد میکنن اینجا این خیلی مهمه اینا فکرای که ما باید انجام بدیم